مدتی پیش بود که اردشیر رستمی شاعر نویسنده و بازیگر و کرد در مصاحبه جنجالی از رازهای عجیب و تاریک زندگی خودش پرده برداشت و در جایی از این مصاحبه از اعتیاد شدیدش به مواد مخدر گفته بود و گفته بود سالها با گلشیفت فراهانی همخانه بوده و در کنار او لحظات خاصی را سپری کرده در ادامه به این موضوع میپردازیم اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما هستید از طریق زدن دکمه ای سابسکرایب ما رو دنبال کنید. شاید برایتان جالب باشد که بدانید اردشیر رستمی سالها در کنار گلشیفته فراهانی و در منزل آنها زندگی کرده است. اردشیر رستمی حتی مدتی درگیر مواد مخدر بوده و بسیار صادقانه درباره تمام جنبه های تاریک و تلخ زندگیش صحبت کرده است. او گفته است که خانه مجردی داشته و مستقل زندگی میکرده می کرده است و تمام ماجراهای تلخ زندگیش از همان خانی مجردی آغاز شده بود. اردشیر رستمی متولد 26 مرداد 1349 در تبریز است. او اکنون 54 ساله است و در سال 59 وقتی 10 ساله بود به همراه خانوادهاش از تبریز به تهران آمدند. خانواده آنها وضعیت مالی بسیار بدی داشتند و مدتی دست فروشی می کرد و بستنی می فروخت تا به زندگیشان را بگذرانند. او گفته است که در سال 72 وقتی 24 ساله بود کارش را در زمینه دل... کاریکاتور شروع کرد اردشیر رستمی در ادامه صحبتهایش اشاره کرده که یکی از دلایل قطع رابطه با آدمهای زندگیش این بوده که با آنها مشکلاتی داشته و ارتباطش را با بسیاری از آنها قطع کرده است او گفته که در آن زمان فقط دو یا سه نفر از اعضای از خانوادهاش در کنار او بودند و آنها همین مسائل را دیدند و خوشحال نشدند در سال 84 زمانی که 35 ساله بود از طریق حبیب رضایی برای بازی در نقش جوانی شهریار شاعر بزرگ تبریزی دعوت شد چند ماهی به این موضوع فکر کرد و در نهایت قبول کرد که این نقش را بازی کند هرچند این سریال از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بسیار سانسور شد اما پخش شدن آن در سال 86 به شدت باعث مشهور شدن اردشیر رستمی شد او از سال 72 از طریق دوست صمیمی از آذرخش فراهانی به منزل بهزاد فراهانی بازیگر ناماشنای ایرانی رفت آمد داشت خودش در ادامه گفته است که پنج سال با خانواده فراهانی زندگی کرده و حتی بهزاد فراهانی بارها از اردشیر رسمی به عنوان فرزند خانده خود یاد کرده و گفته که اردشیر را مانند فرزندان خودش شقایق گل شیفته و آزرخش دوست دارد و در ادامه گفته که با فرزندانش دوست بوده و اردشیر هم در کنار آنها حضور داشته است بهزاد فراهانی گفته است من با اردشیر گل شیفته و با فوتبال بازی می کردم. با آنها فوتبال بازی کردم که مطمئنم هیچ پدری به اندازه من با فرزندانش بازی نکرده است همیشه هم من و گلشیفته با هم بودیم و آزرق و اردشیر با هم اردشیر رسمی در دوران نوجوانی کارهای سختی انجام میداد او مجبور بود کارگری کند و حتی بنایی می کرد جای خواب نداشت و با آزرقش پسر بهزاد فراهانی دوست بود بهزاد فراهانی یک روز او را دید و به او گفت بیا خانه ای ما او هم به جمع خانواده فراهانی پیوست اردشیر خیلی زود جای خودش را در دل آنها باز کرد و با و پسر و دو دختر خانواده فراهانی هیچ فرقی نداشت اردشیر رسمی در ادامه مصاحبهاش خاطره تلخی را تعریف کرده است او گفته که یک بار مادرش به تهران آمده بود و از او خواسته بود که او را به خانه فامیلها ببرد او هم مادرش را به خانه فامیلها برده بود خودش میگوید روی مب نشسته بودم طوری که میتوانستم آشپزخانه را کاملا ببینم دیدم که آن فامیل دارد میوههای کوچک و خراب شده را جدا میکند و آنها را جلوی مادرم میگذارد ما خیلی فقیر بودیم و این صحنه برای من بسیار تلخ بود مادرم حتی یک دانه از آن میوه ها را نخورد و من خیلی ناراحت شدم همان موقع در دلم گفتم یک روز تلویزیون را روشن می کنید و صدای من را می شنوید. صدای پسری که دلتان نمی آمد برایش میوه های سالم بیاورید اردشیر رسامی در ادامه گفته است که در تمام این سالها برای رسیدن به هدفش تلاش کرده است او همچنین به دوران اعتیادش اشاره کرده و گفته کار خیلی بدی کردم پنج سال مواد مصرف می کردم. دفعه به خودم اومدم مو گفتم داری چی کار میکنی؟ پنج ساله که مواد مصرف میکنی؟ این که چی؟ صبح تا شب بکشی؟ صدات عوض بشه؟ خودتو بخارونی؟ او در ادامه توضیح داد که چطور به اعتیاد افتاده است او گفت یک خانه مجردی داشتم و با چند تا از دوستانم دور هم جمع می شدیم به پیشنهاد آنها شروع کردیم به مصرف مواد هر دفعه که می آمدن، مواد می آوردند و من هم با آنها مصرف می کردم پنج سال از عمرم به این شکل به باد رفت کار بسیار اشتباهی بود و بسیار تلخ اردشیر رسامی همچنین به نحوه ترک کردنش اشاره کرد او گفته است که برخلاف بسیاری از افراد به کم نرفته و خودش را به تخت نبسته است بلکه یک دفعه تصمیم گرفته که دیگر سراغ مواد نرود او میگوید یک روز هر چه گشتم مواد پیدا نکردم دوستانم که همیشه مواد می پراکنده شده بودند بعضی ها مهاجرت کرده بودند و بعضی ها ازدواج کرده بودند دیگر تنها شده بودم ولی هنوز هر روز مصرف میکردم تا اینکه موادم تمام شد و چیزی پیدا نکردم حالم خیلی بد بود یک عرق سرد روی پیشانی هم نشست میدونستم که یک نفر سر کوچه است که مواد میفروشه رفتم پیش او پول را به او دادم تا مواد برایم بیاورد یک لحظه به خودم گفتم داری چی کار میکنی داری بابت این آشغال پول میدی پولی که دیگر نداری همون لحظه به خودم اومدم که معتاد شدم انگار قبل از آن نمیدانستم چه کار میکنم او در ادامه از دوستش به نام حسن یاد میکند که فردی بسیار شریف و نجیب بوده است حسن سن بالایی داشته و حتی نوه داشته است اردشین میگوید یک روز حسن به من گفت این مواد زندگی از را خراب میکند باید ترک کنی بعد موادش را از جورابش درآورد و آن را در سطح زباله انداخت او سالهاست که پاک است و من هم از آن روز تصمیم گرفتم که ترک کنم اردشیر رستمی همچنین درباره ازدواجش صحبت کرده است او گفته که کمتر از سی سال داشته که با همسرش شهله آشنا شده است او میگوید یک روز در خیابان دیدمش احساس کردم چقدر زیباست رفتم جلو به او گفتم خانم شما به خدا اعتقاد داری او با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت گفتم اگر به خدا اعتقاد داری باید بیشتر نماز بخونی چون خدا شما را خیلی زیبا آفریده است اینطور شد که با هم آشنا شدیم و در نهایت با هم ازدواج کردیم اردشیر رستمی درباره ممنوع کاریش هم صحبت کرد و گفتی که تا به حال سه بار در صدا و سیما ممنوع کار شده است. طولانی ترین دوره ممنوع کاریش 11 سال طول کشیده است. اما به تازگی علی زیا در برنامه بازیا که در بستر فضای مجازی منتشر می شود با اردشیر رستمی گفتگو کرد. در بخش از این مصاحبه موضوع علاقه به هم جنس بین موزی و مهمان برنامه مطرح شد. در برنامه بازیا اردشیر رسامی در مقابل علی زیا بحث را به سمت تمایلات جنسی که در ایران غیر قابل پذیرش است کشاند و گفت ما با یک یا دو جنسیت مواجه نیستیم علی عزیز ما با چندین جنسیت روبرو هستیم و در جامعه اجازه نمی دهیم که این جنسیت ها بروز پیدا کنند هیچ کس حق ندارد درباره تمایلات جنسی خود صحبت کند جامعه دارد این افراد را سرکوب می کند او ادامه داد هیچ کس حق ندارد به کسی بگوید که تو باید این گونه باشی چرا در این کشور گی بودن بعد است چرا لزبیان بودن بعد؟ است. اگر کسی تمایل به غیر هم جنس ندارد و توانست با هم جنس خودش ارتباط بگیرد چرا نباید اجازه داشته باشد این افراد نمی توانند مانند دیگران باشند چرا ما باید آنها را بکشیم ما چه حقی داریم که به کسی بگوییم مثل من باش و جور دیگری چه کسی این حق را به ما داده که اینگونه فکر کنیم چرا داریم زندگی یک فرد را تباه می کنیم و همچنین اشاره کرد که حتی در میان مسئولان هم افرادی با گرایش هم جنس وجود دارد و ادامه داد گاهی هم این افراد را می آنها حق دارند که با هم همجنس خود ازدواج کنند ازدواج با غیر همجنس برای آنها اشتباه بوده است این تمایلات در بسیاری از افراد وجود دارد و هیچ ایرادی هم ندارد پس از این صحبت ها روابط عمومی ساترا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در خصوص اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی زیا و اردشیر رو سمی اعلام کرد روز گذشته معاونت پایش و نظارت ساترا گزارش کامل در خصوص تبلیغ همجنسگرایی در برنامه علی یا به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه دادستانی کل کشور ارائه کرده که این گزارش توسط همکاران معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بررسی و تایید شده است دوستان عزیز ممنون که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود